علی میری از محبوب ترین بازیگران سینمای فارسی قبل از انقلاب بود. سینمای فارسی از میری که زبان فارسی را با لهجه گیلانی حرف میزد و عموما در فیلم ها با کلاه شاپو ظاهر میشد، تیپ منحصر به فردی ساخت که اون تا آخرین فیلمش در سینمای قبل از انقلاب اونو تکرار کرد. خدا از اون ته دل تو بشه بد. میگی چی؟ من گی نمیتوانم تو رو ترشی بیندازم گی ها؟ با این همه گرفتاری و گرانی روزگار من چه خاکی به سر من بریزه؟ سید علی میری از بازیگران تئاتر و سینمای فارسی قبل از انقلاب ایران بود. او دارای مدرک دیپلم و فارغ التحصیل کلاس‌های آزاد هنرپیشگی بود. در سال 40 به کار تئاتر مشغول شد و در بیش از 50 نمایش به ایفای نقش پرداخت. او بازیگری در سینما را از سال 43 با بازی در فیلم شیطان در می‌زند در نقشی فرعی آغاز کرد. اما فیلم زمزمه محبت نخستین فیلمی بود که در اون در نقشی نسبتاً مهم ظاهر شد. میری در بیش از 115 فیلم بازی کرد که همه اونها از محصولات فیلم فارسی بود و در میان اونها به ندرت میتونیم به اثر هنری شاخص و قابل توجهی برخورد کنیم. کمدی میری بیشتر متکی بر کمدی کلامی بود و او با مزه پرانی ها و شوخی هایی که با لهجه گیلانی ادا میشد تماشاگران فیلم های فارسی رو سرگرم میکرد. او بیشتر در قالب تیپ های ثابتی مثل پیشکار، نوکر و نوچه وفادار در کنار لات ها و لوتی های قهرمان فیلم فارسی بازی کرد و از بازیگرانی بود که در دهه 50 تقریبا ساخت فیلم فارسی بدون حضور او ممکن نبود و با اغلب کارگردانان فیلم فارسی مثل رضا صفایی، امیر شروان، سیامک یاسمی، محمود کوشان، اسماعیل ریاهی و نصرت الله وحدت کار کرد و زوج هنری بازیگران محبوب فیلم های فارسی مثل رضا بیکیمان وردی، ناصر ملک مطیع، وحدت و منوچهر وثوق بود. غیرت، جاهل و رقاصه، کجکلاخان، این دست کجه، بده در راه خدا، گل پری جون، ناخدا با خدا، گل نسا در پاریس، دزد و پاسبان، و اخ نکن سرکار از جمله محبوب ترین و موفق ترین فیلم های میری در سینمای قبل از انقلاب ایران بود. شاید یکی از مهمترین بخش های بازیگری سید علی میری بازی در سریال تک مضراب بوده که با نقش مهمی که در این فیلم داشت و با مهارت خودش تونست اون نقش رو همچنین خودش رو بین مخاطبان تلویزیون مطرح کنه. این مجموعه تلویزیونی یک برنامه کمدی انتقادی بود که به نقد روابط و مناسبت‌های اجتماعی مردم در جامعه می‌پرداخت. آخرین فیلم میری در سینما، فیلم بدادم برس رفیق، ساخته مهدی فخیم‌زاده بود که در سال 57 بازی کرد. او برخلاف تصور عموم در اوایل انقلاب کشور را ترک نکرد و در وطن موند و به کشاورزی در گیلان مشغول بود و چند تئاتر هم در شهر سرعین به صحنه برد. او در اواخر عمر و برای دیدار دخترش به آمریکا رفت و مدتی در شبکه‌های ماهواره‌ای امید ایران برنامه داشت. اما دلش ایران بود و سرانجام در بازگشت دوباره به ایران در تاریخ 12 اسفند 87 بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان آبان تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روحش شاد. ممنونم که با من همراه بودین. فراموش نکنید این ویدیو رو لایک و کانال منو سابسکرایب کنید.